آنچه که اتفاق افتیده بعد از تقریبا بیشتر از 5 ماه روند انتخابات ریاست جمهوری با همه فرازنشیبی که داشت، دسایسی که توطئه‌ای که سر راه انتخابات بود، بازم بر حالتش کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی ای که به صورت هماهنگ کار کردن یا نکردن، ای که چقدر مشکلات هنوز هم وجود داشته، خب بالاخره به اساس قانون اساسی مطابق قانون اساسی کمیسیون انتخابات بالاخره تصمیم گرفت که این نتیجه اعلان کنه. خب حالا ما یکم منطقی تر اگر سری صحبت کنیم، خب اگر این نتیجه اعلان نمیشد، بازم 2 ماه دیگه یا 3 ماه دیگه، خب تقریبا چند روز بعد دیگه یا شاید 2 هفته دیگه موافقتنامه صلح بین یا بگیم که یک متارکه بین امریکا و طالبان امضا میشه. خب بنان آیا این نتیجه انتخابات سر پروسه چقدر تاثیر گذار است و وقتی که او موافقتنامه بین طالبان و امریکا امضا میشه او چقدر تاثیر گذار سری پروسه است؟ بازم یکی به دیگه یعنی چیز دارن امو ریسکای خود با یکی دیگه داره، بخوایم نخوایم. خب به هر صورتش حال خو نتیجه انتخابات بالاخره به این شکل که اعلان شده، کمیسیون کار خود مطابق قانون اساسی انجام داده. یکی از کارهایی که صورت گرفت امو به اصطلاح انگلیس ها امو ددلاک میگن یا بنبست میگن، یک بنبستی که مردم هم گیج ساخته بود، بالاخره جامعه بین المللی هم گیج ساخته بود و خصوصا مردم افغانستان که بیشتر متضرر بودن و اقتصاد افغانستان متضرر شده بوده و دیگه بخش های دیگه هم حکومت داری هم به او شاید به شک شاید بایدش که باید پیش میرفت، متاسفانه از این وضعیت متاثر بود. یعنی اکثر مردم ما در ادارات دولتی که میرفتن با مشکل روبرو بودن، یا مثلا پروسه استخدام تا در اکثر ادارات دولتی سکتور خصوصی کسی استخدام نمیکرد. بنان امی خود بنبست سیاسی موجوده به خاطر عدم اعلان نتیجه انتخابات همه عرصه زندگی را متاثر ساخته بود. حالا که نتیجه اعلان شده به نفع تیم دولت ساز یا تیم رئیس جمهور، این راه را هموار میسازه برای مراحل بعدی. حالا این که خود رئیس جمهور با تیم خودشان حکومت به اصطلاح یک طرفه تشکیل میتنه و او طرف دکتر سب عبدالله که رئیس اجرایه، اونا هم در این زمان از حکومت موازی صحبتی نشده، ولی گفتن که ما هم خودشان با تیمشان برنده انتخابات اعلان کردن و گفتن که ما هم حکومت همشمول تشکیل میتیم و بنام حکومت موازی چیزی نیست. امی بعضی اوقات مردم ما چی میکنن، درست همی ترمینولوژی ها و خود کلمات آدم دقیق باشه، هر کلمه وقتی که از زبان یک سیاستمدار میبره او معنی و مفهوم خود داره، او رو باید آدم صد برش دقیق باشه. راه هموار میشه برای رسیدن به یک توافق سیاسی و او طرف ها وانا پروسه سلام روان است. بعد از 2 هفته بعد او هم شاید سر مصیبتی که حال گپ میزنیم شاید تاثیرات خود بگذاره، اما روی هم رفته من فکر میکنم که یک بنبست چی شد شکستنده شده و راه با شده برای مردم افغانستان. البته کل گپ در قدرت است، در ساختار قدرت است. اینطور است که حالا اگر آدم به اثار بسیار چیز یک کمک بپرداد هم صحبت کنه میشه خوب است، حقایق است. حالا اینطور است که در افغانستان تمام اقشار مختلف که در کشور زندگی میکنه کلش به ساختار قدرت از دید هویتی میبینن، با تاسف البته کلگی. یکی میگه باش، یک طرف میگه که والا باید هویت ما دست من را، یکی دیگه میگه باید هویت ما به ایج اضافه شوه، چرا من نباشم؟ او میگه من هم چرا نباشم. شما میبینید که امروز در طول 20 سال گذشته یا 18 سال گذشته که ما شما شامل یک مرحله چیز جدید از تاریخ معاصر خود میشیم، تاریخ سیاسی معاصر خود، میبینیم که هویت ها آهسته آهسته چی به شکل کوچکش یا بزرگترش شکل میگیرند و بالاخره به قدرت از دید هویت میبینند که هر کس میخواد که من در ساختار قدرت شامل باشم، ولی نظام دموکراتیک هم یا ارزش‌های دموکراتیک همی زمینه را مساعد می‌سازه که تمام مردم افغانستان که در قانون اساسی حقوقشان مساوینه در او تسجیل است، دیگه این به ما ارتباط می‌گیره که ما چقدر باور داریم با دموکراسی، با آزادی، با تساوی حقوق شهروندی در
در کشور خود و چگونه میتونه میره تمثیل کنه عملی در ساختار قدرت و یگانه راهش بر افغانستان این نظام جمهوریت است و این نظام دموکراتیک است و انتخابات است، ولی انتخاباتی که باز مردم بتونه نتایجش باز نه ای که خدا نخواسته اونچه که اتفاق افتیده، یک انتخابات باشه که شفافیتش باشه و حسابدی و حسابگیری او باشه. اعتراض ما پیشتر به شما گفتم که در سیاست شما نمیتونید که همه یک دفعه یک موقع گفتین کل دروازه چی باشه بسته باشه، به دروازه باز میشه بعد از دیگه. خب اگر صحبت های دکتر سب عبدالله رو کل مردم افغانستان شنیده، ما فکر میکنم با وام طرفدار بحران نیستند یک کشور، اونا هم طرفدار این نیستند که اگر این مملکت کدام حادثه کلان اتفاق بیفته که بازو جمع کردنش رو پس دوباره ترمیمش بسیار قیمت غذا و ایجاب کنه. من فکر میکنم که محاسبات چون هم یک سیاست مدار است، محاسبات پیش است و میفهمند که مثلا کدام حرفی را در چی وقت با کدام گام در چی وقت بردارن و هرچه باشه بازم اونام من فکر میکنم که حتما طرفدار حل مسائلی که پیش آمده از راه سیاسی هستن و طبعا معقولیتش و منافعشان بخوای نخواهید دیگه اونا میسنجن دیگه. امیدوار هستیم که امی دروازه که باز شده ای دروازه بخیر افغانستان باشه، بخیر ملت افغانستان باشه و بالاخره یک روشنی باشه که مردم در تحت در پرته و زو بتانند پیش برند دیگه. در غیر زو کلگی متاسفانه به میشکل دالت تقریبا عاطل باطل مانده بود، نه او را حالت استاتیک میگه. امیدوار هستیم که حالا یک جریانی که ایجاد شده این جریان پیش بره و راه حل پیدا شه برای این بحران به وجود آمده. من فکر میکنم که صحبت های رئیس جمهور دیشب به می بود که یعنی حکومتی را که اگر اونام در پلان دارن که بسازن طبعا او را خونایده گرفتن نمیشه، هیچ امکان نداره که سران اقوام یا به طور مثال خب سران اقوام به این معنی نیست که یعنی هر کسی که سر ادای به اصطلاح رهبری قوم میکنه که او هم نیسته، ولی او گپام فکر میکنم دی 20 سال دیگه است است همو چیز خدا جایگاه خدا و امو کشش خدا و جذابیت خدا دست داده دیگه، مقبولیتش از دست رفته. حالا هیچ کس نمیتونه بگه من رهبری فلان قوم میکنم. خب طبعا از یک قوم یک کسی میاد این جایش که نیست، ولی اگر با شایستگی و با امو اوصاف که لازم است که باید در وجود از اون مردم ببینه و باز از اون مردم امور تمکین کنه، من فکر میکنم که اوش بهتر نسبت به که یک کس بگیم که والا فلانی رهبری یک قوم است باید حتما در ساختار قدرت باشه. یعنی چی؟ اون میتونه قرار در خانه خود بشینه، شرایط افغانستان تغییر کرده و اجازه بده میکنه که نسل جدید باید بیا با افکار جدید با دیدگاه جدید تا افغانستان ما واقعا بریم مو اصطلاح یک وقت قانونی سمه گفت افغانستان نوین، ما افغانستان نوین ساخته شود. ما فکر میکنم که خب تمام ویرا با ما باید بسیار معتاد باشیم با این مسئله که اگر هر قدر در داخل نظام و کسایی که تحت بیرق امی جمهوری اسلامی افغانستان تحت در زیر بیرق ازی کشور زندگی میکنه و با طالبان نیستن، اگر خدیج نیروها متفرق باشن و پراگنده باشن ما بخوایم نخواهیم میگه که از بیتفاقی خواهر کس استفاده میکنه دیگه یا سوی استفاده میکنه. اما یک اصطلاح انگلیسی هم از میگه انگلیس ها میگه دیواید ان رول، نه تفرقه پرتو حکومت کن. این حالا اگر ایجا خدا نخواست هر قدر تفرقه سیاسی و اجتماعی به وجود بیاد طبعا طالبا در میز مذاکراتی که قرار باشه که داینده بین افغان ها داره شود اوجه فکر میکنم باز شاید از یک موقف بالا صحبت کنن، اما اگر ایجا اتحاد داشته باشه این طرف کلگی از یک موضع گیری واحد به خاطر دفاع از نظام و دفاع از نظام دموکراتیک و جمهوریت و اینا بریم به طرف میز مذاکره، در اون صورت باز او ها میبینن که اینا خواه طرف اکثریت ملت اینا نمایندگی میکنن و این اکثریت مردم افغانستان نظام جمهوریت میخواهد، دموکراسی میخواهد و نظام مردم سالار میخواهد با تمام ارزش ها و اصولش. بنابراین دیگه او اگر بگن که ما نه نظام امارتی میخواهیم دیگه بدر گنجایش برش نیست، چون دیدگاه مردم افغانستان تغییر کرده و فکر میکنم طالبان هم باید این رو بپذیرند دیگه که اونمو خواست اکثریت مردم چی است. اما اگر متاسفانه اگر این چیز فاصله ها زیادتر می باشه و اجماع
کلی بر رفتن به میز مذاکره و مذاکرات بین افغانی چیز را شکل نگیره، ما با مشکل روبرو میشیم و ضرورت چی است که باید یک موقف واحد و متحد که تمام دولت افغانستان در نمایندگی زو باشه و با طالبان باید صحبت شده. غیر از اون تمام ماش این طرف دیگه کلی احساس ضعف خود کرد در بحثایی که به وجود میاد آینده. بالاخره تو راست که هر قدری که حکومت تلاش کنه یا می سیاست مداره افغانستان تلاش کنه که یک هیئت همشمول تشکیل بدن، یا هیئت همشمول میارش باشه، آیی بنا این همشمول بودن یعنی به تمام نمایندگی از اقوام گرفته شده ای که بازوی همه شمول شده، یا آیا ای از لحاظ سیاسی باید همه شمول باشه که یک دیدگاه واحد سیاسی در این جوال تعریف شده و حدود مذاکره تعیین شده و همی حیات برای میره مذاکره بکنه، چی مشکل داره؟ اما اگر همه شمول بودنه به معنای ازی بتیم که او هم بگه که والا قوم ما چطور میشه، او باز بگه باش حزب ما چطور میشه، او قوم ما چطور میشه، این رقم افغانستان جور نمیشه. بالاخره اگه سیاسین ما به منافع واقعا به منافع ملی افغانستان و منافع مردم و به منافع خودشان فکر میکنن، اگه یا به فکر ازی باشن که والا ما باز بریم اونجا در مذاکرات ما باشم یا احمد باشم محمود باشه، والا میچینه مرا که برادر طالبا دیدن باز در میز مذاکره والا باز بر ما تمکین خواد کردن، من فکر میکنم که یک سلسله چیز از محاسبات بسیار اشتباهی است که پیش خود ما او را چی میکنیم میسنجیم، اما فکر میکنم درست نیست. بهتری است که یک چند نفری که در گذشته بسیار مردم های متنازع نباشن، بحث برانگیز نباشه دیدگاهشان از گذشته اینا، اگر اونا یک جاشان برن این مذاکره رو پیش برن، من فکر میکنم که ما انشالله که به یک راه حل اساسی که به نفع عام مردم افغانستان و اکثریت مردم افغانستان تا میشه حتما به یک نتیجه میرسیم. تمام دساتیر اساسی و سیاست گذاری امنیتی خو تحت رهبری خود سرقماندان آلای خواهی مثاله که شخص رئیس جمهور افغانستان از بوده صورت گرفته دیگه، بنان یک طرف مذاکره خود رئیس جمهور است دیگه در صورت دیگه، اگر قرار همی باشه میمونه بس دیگه شان که اگر هدف از اونایی باشه که با مجاهدین جنگیدن او خود یک دوره مقامت بود، اما تو یک وضعیت پیش آمد در او وقت در اصل مقامت خانه قهرمان ملی افغانستان شهید احمدشاه مسعود بودن، عامر صاحب در او وقت همی جبر رهبری کرد، اما عامر صاحب امروز نیست و طبعا یارایشان است، دوستایش است، همسنگرایش است، خب ضرورت به این است که یک ترکیب جور شوه که هم از امو جبه متحد یا جبه مقاومتی که در برابر طالبا جنگیدن و باعث سقوطشان شدن و در این زمان اون یک طرف امریکایی بودن، خب امروز و تمام مذاکرات صورت گرفت و بالاخره منتج به امضای اونمت یک موافقتنامه میشه، اما این طرف دولت افغانستان بوده، باز بالاخره دولت افغانستان خود متشکل از این نیروهای سیاسی و اقشار مختلف از کشور بوده دیگه تا می دمی 18 سال 19 سال گذشته، این که حالا طالبا بخواین که یک تفرق ایجاد کنن و تفاوت‌ها را به وجود بیارن، من فکر میکنم که درست نیست. چرا در این نظام دیگه از اون تاسیس شروع تا بال اینمی اشخاص افراد بودن دیگه یا در موقف مختلف، من فکر میکنم که امریکا، ایالات متحده امریکا، ناتو اینا هم همشان در این شب روزی که گذشته ناتو هم موقف خود اعلان کرد و ایالات متحده امریکا هم طبعا در چارچوب موافقتنامه که امضا میشه تمام مسائل در نظر گرفتن، این بیرون شدن امریکا به صورت غیر مسئولانه ای خو صلاح نه صلاح امریکا است، نه صلاح از کشور است، نه صلاح برای منطقه است. از بیرون شدن امریکا هند تشویش داره از لحاظ سیاسی و اقتصادی، شاید پاکستان تشویش نداشته باشه، اما شاید ایران تشویش نداشته باشه، ولی ما بر شما میگیم که هم ایران هم تشویش داره و روسیه هم ممکن تشویش داشته باشه، کشور آسیا نه نگران هستن که خب اگر ایالات متحده امریکا از افغانستان بیرون میشه پیامدهای امنیتیش و پیامدهای سیاسیش و اقتصادیش برای تمام کشورهای منطقه و خصوصا برای دو سه کشور حتی چین بر هر کشور به اندازه به اصطلاح زورش و قوتش و نفوذش ببخشید و دلچسپی و علاقمندیشون در افغانستان چیز خود داره،
تفصیلات خود دارن. ونه اونا هم راضی نیستن کل کشورا که ایالات متحده آمریکا از افغانستان یک بار بیرون شوند. باور من این است که در هر حالتش باید یک توافقی که به اصطلاح هم دو کشورهای منطقه چی داشته باشن، یک اجماع نظر داشته باشن، هم کشورهای فرا منطقه و هم ایالات متحده آمریکا و و و دیگه ای که بیرون شدن غیر مسئولانه باید صورت نگیره. و ما با این باور هستیم که همین توافقاتی هم که سرش مذاکره شده یک میاد برشته این شده 18 ماه است یا 2 سال است هر چی که هسته که دیگه 18 ماه تا 2 سال امی روند خروج هم نظارت میشه، کنترل میشه، دیده میشه که آیا طرفایی که تعهد کردن چقدر به تعهدات خود باور دارن. از این خاطر ما یعنی باور می است که بیرون شدن قوای امریکا یک دفعه نیست و اونا شرایط دیده باز چی میکنن تصمیم میگیرن. منابع معتبری که در مذاکرات حضور داشتن 3 تا یا 4 تا زمینه‌ای امی توافقنامه سال است که یکیش به ارتباط تداوم حضور امریکا است، البته به نام با یک تعدادی از قوات تحت نام قوات های مبارزه با توریسم است، چون هنوز امریکا مطمئن نیست کاملا نه در منطقه که بالاخره این شبکه های توریستی مکمل که منافع امریکا را تهدید میکنه و امنیت امریکا را و ثبات امریکا را تهدید میکنه، این گویا که دیگه همش قلقم شده باشه، هیچ چیز وجود نداشته باشه، او تا نیست به اون خاطر نگرانی خود دارن. او یک مسئله است که در رابطه با چگونگی حضور امین نیروها یک بخش جزئیاتش خود داره، من فکر نمیکنم که جزئیات افشا شوه. دوم مسئله در این گفته شده که خب طبعا یک بخش دیگه زمین که هست او به ارتباط ایز طالبا اعلان کنند که ما با تمام نیروهای دهشت افغان و بالاخره نیروهای حراس افغانی که اونا پایگاه بین المللی دارن و منطقه‌ای دارن با اونا قطع بر کردن، دیگه کدام مسئله ندارن و انزجارشان از بالاخره از توریسم و از دهشت افغانی و بالاخره از رابط با اینمی گروه ها و با می شبکه ها. این مسئله دوم. مسئله سوم جزئیات و و و و شیوه های اخراج یا خروج نیروهای بین المللی یا کاهشان از افغانستان است که او چطور نظارت شود و بالاخره حضور سازمان های حتی در مقاله آمده که سازمان های استخباراتی که باز منافع امریکا به او بسته است مثلا CIA در افغانستان چگونه باید چکنه باشه و چگونه فعالیت کنه. اون چیزایی است که آمده، ولی من فکر نمیکنم که شاید همین جزئیات درست باشه، شاید هم نباشه و شاید هم که درست باشه ولی افشا نشه به هیچ وقته چون اسناد محرم میباشه. همین طالبا وقتی که میگن که ما صلح میخوایم به مفهوم واقعیش، خب ببین بگین که ما صلح میخوایم دیگه ضرورت آتش بس میگن به خاطر که ما نیت ما اراده ما واقعا به خاطر آمدن صلح در کشور ثابت شده باشه، ما نه بدون قید و شرط این اعلان میکنیم که آتش بس میکنیم برای 3 ماه، برای 4 ماه، ما میبینیم که طرف مقابل چی میکنه. اینال اگر اینه یک چیز موقف گیری شوه خو این خو فبه ها هسته. حال ما میریم صحبت امریکا صحبت کرد یک سال گیره بالاخره آمدن سر یک نقطه کاهش خشونت و این کاهش خشونت هم دیگه باید تعریف شود دیگه کدام بخشا شامل چیز هسته کاهش خشونت میشه. آتش بس نه ولی کاهش خشونت، یعنی بازی با کلمات هست. خب شاید همین کاهش خشونت هم معناش این باشه که آتش بس نه بیاین امیره بنام کاهش خشونت میمونه. امیرمان مردم افغانستان قبول داره، دولت افغانستان قبول کرده، سیاسین افغانستان هم میرم با می تعریف با می مفهومش قبول کرد، بیا خیر است. اینالی باید داخل یک چارچوب بیاد تعریف شوه و بالاخره جزئیات داخل شوه که باز روزی که مذاکرات بین افغانی نتیجه میده که خدا خواسته باشه انمی مسئله راحت شوه، باز هم جزئیات با چارچوب با تمام جزئیات راحت شوه. ایناله اگر باز دو مرحله رسیدیم طبعا نیت ها می باشه، اراده واقعا برای همیت یک سال که من تعریف کردم همیتو باشه دکه باز طبعا دیگه یک سال باعزت خود بود، یک سال همه شمول خود بود، یک سال خود پایدار خود بود دیگه. اما کلش بستگی داره به اعتماد ها، اعتماد طرف طالب ها نسبت به این طرف، از این طرف نسبت به طالب و بالاخره نیت ارادی کشورهای منطقه هستن. اما تر که یک چند پیش رئیس جمهور را کرد به خاطر مسئله صلح اینه بسیاری خورا انتقاد کردن که والا نی اما تر کسی اگر میخونه یک افت فقره داره، هر فقره زوی یک گپ داره،
خود رئیس جمهور گفته که اول خب باید وقتی طالب بگه که امریکا دیگه نباشه، ناتو نباشه، خارجا نباشه، این بین اول ما مذاکره را در یک چارچوب با ناتو و با امریکا شروع میکنیم که چگونگی حضور یا عدم حضور یا شیوه خروج نیروی بین المللی از افغانستان صورت بگیره. باز بریم تعریف کنیم یک چارچوب به وجود بریم با طالبان مذاکره کنیم. پیش‌شرط، هیچ پیش‌شرط هم نما. بعد از او که مراحل اولی مذاکرات و تماس ها برقرار میشه، بریم باز با پاکستان مذاکره کنیم که حالا پاکستان یک مشکل اساسی است. اما تو آمده سروتر مثلا در قسمت شما آمده که با کشورهای منطقه را باز بیاریم داخل بسازیم دی پروسه، کشورهای اسلامی را باز بیاریم داخل منطقه، باز بریم به حلقه دیگه جامعه بین المللی و کشورهای و نهادهای بین المللی داخل بسازیم دی پروسه. باز باز میمونه که تمامی علاقات که به اصطلاح تکمیل شد جور شد، یعنی تقریبا چند فقره اساسیش است. باز بریم که وقتی که صلح میه آرامش میه در اثر اینمی اجماع، چون تنها اجماع داخلی نیسته، چون اینجا منافع کشورهای منطقه است، منافع کشورهای جهان است، اینجا فرا منطقه است. بنابراین وقتی که اجماع همه گرفته شد ممکنه این پروسه یک ساله بگیره، دو ساله بگیره. بعد از او باز اگر به نتیجه میرسیم، باز این مشکلات داخلی چطور میشه؟ در هر ولسوالی افغانستان، هر ولایت افغانستان از خود عوامل جنگش فرق میکنه. در یک جای بیبی که یک نفر ظلم کرده، مردم خیست دوباره به سلاح گرفته تحت نام طالب یا تحت نام حزب یا جمعیت هرچی که بوده. نه؟ مثالش. ما مثال زیاد شد داریم. ما به زیاد نمیرم. یعنی ما تو در عوامل جنگ از یک گوشه به دیگه گوشه افغانستان مثلا فرق میکنه. مردم ها هست که از یک دیگه ضرر دیده. خونریزی شده. بچه کاکای خود از بین برده، بیادر خود از بین برده، او دیگز بوده، او ددگز بوده، خون شده، کشتار شده. بنان به خاطر ختم پایدار یا ختم دائمی جنگ و بالاخره خونریزی در کشور، ما مجبور هستیم که یک برنامه باید تعریف شده داشته باشیم. خوب یک پیام خوب بوده که برش گفت. خب گفت که اگر شما واقعا فکر میکنید که ملت افغانستان با شماست، بین با مثالایتان بین در مناطقتان باشین، من تا بین دمی چیز برین به طرف صندوق خواهن پذیرش. خواهن رئیس جمهور ایره حالا چی بگم دیگه، رئیس جمهور خواست گوره طالبا را یک چلنج بتا دیگه باز که اگر واقعا شما فکر میکنه که ملت با شماست و مردم و افغانستان، بین اینه میریم طرف انتخابات. در انتخابات هر کسی که برتان رای داد اگمتیاز 7.5% گرفته، چی گرفته؟ شما خدا کنه که شما 50% بگیرین، خدا کنه که 100% بگیرین، بس قدرت براتون تسلیم میشه، ملت تسلیمش میکنه بر شما. اما پیشنهاد رئیس جمهور خود کنم، پیشنهاد غیر منطقی نیست. نظر است برشان دادم میگه بین یالا. من فکر میکنم که دویج کدام چیز است کدام ملاحظه وجود نداره. اما این مربوط از طالبا میشه که طالبا چیز دموکراسی رو میپذیرن یا نه؟ ای گپ است برای حکومت کردن و برای پیش برده یک دولت. ای بسیار مشکل است که شما پیمانه کنین چیز رو اندازه کنین. ولی همی که برداشتای کلی همی میباشه که مثلا فساد هست، ایناله ای ضرورت داره با یک مبارزه دامدار، با مبارزه دامدار با برنامه. البته بدون برنامه نمیشه، با یک دیدگاه میشه، با یک اراده میشه، نیتش چی است. مثلا اگر خدا نخواسته در وزارت داخله ما که رفتیم اونجا وزیر داخله بودم، نه در یک و نیم سال یعنی کارهای اساسی که در وزارت داخله شد و بحث فساد و فساد پیشه و اینگه پا، ما کل پلیس هم متهم نمی کنیم. یعنی عناصر بسیار محدود است که در ساختار پلیس یا ساختار نیروی امنیتی است که هم او را که بیخی که قرآن هم پیشوش بانی که او طرف رفت شاید بگه که والا باش که یعنی چون عادت کرده برای فساد، او رو مجبور هستی که دیگه تقاعدش بدی، دیگه چاره نداری. اگه دستم باشه باز اگه تعهدم کنه یک چند وقت پس دوباره چون عادت کرده پس دوباره شاید بره به عادت قبلی خود. از او خاطر یک مبارزه جدی دوامدار با تر و با روش های بسیار عملی ضرورت است که با فساد هم مبارزه کنه. و من در وزارت داخله که رفتم، زمانی که من رفتم یکی از ماموریت های مهمی بود که باید با پدیده فساد در وزارت داخله مبارزه شود. متاسفانه که قطع است دیگه، من خود نمیتونم کتمان کنم. کسایی بودن که باز دلبده دور کار می کار نشده، ولی از گذشته ها بله از صاحب میلیون ها دلار هستن. ما که وزیر داخله بودیم و از سه دوره وزارت کردیم در حکومت افغانستان، یعنی میال دمی خانه که شما هستین همی هم گرویسه. خب بسیار ماشای خوبم گرفتیم، البته همون ماشه که حق حلال میگه، از ماش چیز جور نمیشه. من برای شما میگم
هر کسی که اگر روز بازخواست پرسان بیه، ایره ما برای شما میگم که از ماش کس چی جور کرده نمیتونه، از ماش دولت، از ماش مسات بین ملی. ما جمعاً کار کردیم در طول عمر خود، با تحصیل خود هم تحصیل کردیم هم کار کردیم، یعنی 24-25 سال میشه. در 24-25 سال ما هم ماش دولتی گرفتیم، هم ماش مسات بین ملی گرفتیم، ماشای بسیار خوب گرفتیم. حالا خب مقدارش خوب همیشه یک چیز شخصی و خصوصی است، آدم نمیگه، ولی ماش بسیار خوب گرفتیم. اما ما باور می است که از ماش چی جور نمیشه، یعنی که صاحب ای بیلدنگ هایی که بلند منزلا و امارت هایی که در کابل است و زمین هایی که غصب شده و بالاخره سرمایه‌گذاری هایی که در بیرون از افغانستان شده، مثلا در دبی شده، در ترکیه شده، مثلا در شاید در پاکستان شده باشه، در هند شده باشه، این کشور هست، تاجیکستان مثلا مردم رفته جایداد دیگه پا خریدن و امکانات دیگه پا، حتی در اروپا رفتن خانه خریدن مردم. این از کجا میشه دیگه؟ خب خیلی که بر دزدی کنی دیگه، حرام بخوری، رشوت بخوری، از قراردادی فیصدی بگیری، این همی از دیگه. اگر که نگیری خونه ام تو مثل مواره، شاید مثل ما یک دو نفر دیگه هم تو باشه که چیز امکانات نیسته. تا جایی که من میفهم، خب در زمانی که ما همون بحثا رو داشتیم و بالاخره امرای نیروی بین ملی و امرای رئیس جمهور اینا، این فکری بود که امی نیروی امنیتی یک مقدار جوان سازی شوه. و بس ما این وقتی بود که خب اگه یک دفعه ما کادرهای با تجربه که در نهاد امنیتی سوره دست میتیم، این هم باز تباد خود منفی خود داره سر امی نسل جوان. خب نسل جوان است، یک دیدگاه وقتی جو بود که مثلا یک تعداد من افسرهای سابقه ما بسیار کم اجازه میتن که جوان ها اتو سریتر رشد کنن، یعنی راهشان محدود ساختن، راه رشدشان و پیشرفتشان. اما نمیفهم در وزارت دفاع خود ما قدر چی ندارن، چون نبودیم اونجا، هر اداره سیاست خود داره و سیاست کادری خود. اما در وزارت داخل ما وقتی که ما اومدیم در اونجا، خب همی فضا را باز کردیم مکمل و در اونجا همکارای که همراه ما بودن، موینا و اینا که طبعا از لحاظ سن و سال و از لحاظ سابقه کاریشان هم برمیگشت، یک تعدادشان سابقه شان با دوران حزب دموکراتیک و یک تعدادشان هم مثلا طبعا در صفوف مجاهدین بودن، این کلشان به می باور بودن که باید همی گپ شوه و امرای ما واقعا نمان کار کردن. یعنی ما کدام مشکل ندیدم در نوع برخوردشان به ای که نگذارن نسل جوان بیه. اما وقتی که قانون تقاعد، قانون ذاتی جدید آمد، در او باز سن و سال مثل رتبه و دیگه به طور مثال دوره خدمت، سه اصل در نظر گرفته شد، دوره خدمت، مسئله سن و مسئله رتبه. این یک کلش در نظر گرفته شد که تقریبا چند کشور مطالعه شد، مثلا به شمول امریکا، از امریکا شروع تا به متحدین ما در ناتو تا به میشکل پاکستان، هند، ایران، کل کشور منطقه دیده شد که مثلا نو جنرالایشان در رتبه مختلف، در بسته مختلف باز چی وقت تقاعد میکنن، چگونه ترفیع میکنن. نو بعد از یک مطالعه ما جانبه باز کوشش کردیم که یک چی شد، یک خط وسطی را باز حکومت افغانستان شرکت انتخاب کرد که مطابق از او قانون ذاتی افسرها جور شد. باز به اساس از او مثلا یک تا جنرالایی که جنرالای ما 8 سال 9 سال یا 10 سال دیگه رتبه مانده بود، بس برش نبوده. اینا له اون عمر این میگفت که مثلا کسی که بیشتر از 8 سال دیگه بس دیگه رتبه مانده باشه باید دیگه تقاعد کنه، بخاطر اینکه چرا اگر قرار می بود که برش امتیاز داده میشد و ترفیع میکرد یا به طور مثال پیش میرفت، خب باید میرفت دیگه. در این 10 سال که نتونسته که رتبه بعدی خود بگیره یا دیگه بست بالاتر کار کنه، بنان این معلوم میشه که حتما کدام مشکلی وجود داره دیگه. شاید در این پروسه یک مقدار بی‌عدالتی شده باشه، اینو من قبول میکنم. یک تعداد کسا متاسفانه این رو توان کار داشتن، جوانتر بودن از لحاظ فیزیکی، یعنی همو صلابت و همو قدرت کار داشتن. یک تعداد دا میفهم که اونا هم دمی کتگوری برابر شدن، خصوصا کسایی که به حساب رتبه بودن، یعنی دیگر رتبه بیشتر از 8 سال دیگر رتبه برو بخیر، بیشتر از 8 سال تقاعد، این یک مشکل شد. اما طبعا یک تعدادی که کسایی که در دوران حکومت حزب دموکراتیک بودن و در دوران حکومت مجاهدین ما بودن، اینا تعداد زیادشون متاثر شدن، چون اینا از اون دوره بودن دیگه، سن سالشون کمی پیشرفته رو بالاخره رتبه هم که گرفته بودن اونمو متاسفانه دیگر رتبه بیشتر از 8 سال مانده بودن و بعضی هم دوره خدمت پوره شده بود بیشتر از 40 سال، اینا باز به تقاعد سوق داشتن.
دلایل دیگه خاطر از ده حکومت که آدم در سیاست آمد یک روز به یک روز پس میری دیگه. دلایل خدا ناخواسته بیکفایتی چی میگه، عدم توانمندی نبود، اصلاح در وزارت داخله به صورت بسیار همجانبه عدالت تطبیق بود و او را کل وزارت داخله میفهمه، همکارای کمره کار میکنن و یک بخشی از مردم ملت هم که خوب از بد میتونن خوبتر تفکیک کنن او هم بود، اما در اون مقطع زمانی بیشتر سیاسی بود دیگه. این کل مردم میفهمه که چرا، ما هم میفهم، رئیس جمهور هم کلگی میفهمه که چرا امی چیز آمد، تغییرات آمد، مبنایش بیشتر سیاسی بود در وقت.